خواستار آزادی فوری همه دستگیر شدگان تظاهرات اخیر هستیم. احکام اعدام در مورد دستگیر شدگان باید فوراً لغو شود. رولاندو گومز، سخنگوی شورای حقوق بشر ملل متحد 24 آبان گفت جلسه ویژه رسیدگی به وضعیت روبه وخامت حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه آینده 24 نوامبر برابر با 3 آذر تشکیل خواهد شد. تاکنون 46 کشور از پیشنویس قطعنامه که توسط آلمان و ایسلند تنظیم شده حمایت کردند و شمار حامیان این قطعنامه همچنان روبه افزایش است. این قطعنامه خواستار تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقر برای تحقیق در مورد موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران در ارتباط با اعتراضات آغاز شده از 25 شهریور 1401 است. در 8 نوامبر 17 آبان ماه دادستان رژیم ایران گفت بیش از 1000 کیفرخواست علیه دستگیر شدگان در ارتباط با اعتراضات فقط در استان تهران صادر شده و صدها کیفرخواست دیگر در سایر نقاط کشور در دست صدور است. از این رو ما می‌خواهیم فوراً همه کسانی که در ارتباط با تظاهرات اخیر بازداشت شدند آزاد شوند و اتهامات علیه آنها لغو شود. قانون حقوق بشر از حقوق مردم ایران برای آزادی بیان حمایت می‌کند. ما می‌خواهیم فوراً مجازات اعدام تعلیق شود. Following a request received by Germany and Iceland, the Human Rights Council will hold a special session to address the quote-unquote the deteriorating human rights situation in the Islamic Republic of Iran. Now, the special session will be convened next Thursday, the 24th of November, and it'll start at 10 a.m. in room 20. It will be webcast live as usual. I should mention that there are now 46 states that have supported this request for a special session on Iran, and the list of